به نام خداوند و عرض سلام به خبرهای این ساعت آریانا نیوز، با من احمد زبیر حبیبزاده خوش آمدید. قتل‌های هدفمند در ولایت ننگرهار باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. آنان با انتقاد از عملکرد والی این ولایت میگویند سوی مدیریت و فساد در ننگرهار نامری را افزایش داده است. اما والی ننگرهار میگوید نمایندگان مردم و زورمندان جلو اصلاحات را میگیرند. قتل‌های هدفمند در ولایت ننگرهار، آن هم در زیر سایه حکومت، نگرانی جدی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. ننگرهار ډیر زیات د ټارګیټي وژنو شاهد دی چې روزانه موږ داسې پیښې کېږي چې اووه کسه، شپږ کسه، یو کس، دوه کسه، درې کسه، په دې کې زموږ مشران وي، زموږ علما وي، زموږ ځوانان وي، دا په ښار په منځ وي، په ولسوالیو کې دا شهیدان کېږي. اما د دغه پیښو اعضای شورای ولایت این ولایت میافزند که سوی مدیریت والی و فساد ناامنی ها را در این ولایت افزایش داده است. موږ سره ویره او تشویش داده که چېرته د ننګرهار په ژمي کې دغسې یو بد حالت سره مخامخ و، که دغه د اوړي صفې راشي او په ننګرهار کې، چون د کابل جلال آباد لویه لاره ده، د تورخم جلال آباد لویه لاره ده، تاسې شاهد هستئ. با این حال والی ننګرهار تایید میکند که امنیت مردم این ولایت مسئول نیست، اما به گفته وی وکیلان و زورمندان جلو اصلاحات در این ولایت را میگیرند. پیکو خار ورځ دی سارو بیګه ژوند خوندي نه دی، عزت خوندي نه دی، مال خوندي نه دی، سر خوندي نه دی. نو بنان د دغه مسؤلیت لپاره بنیادی اساسی تغییرات اقدامات وکړي. با گفتی والی ننګرهار، افراد تخریبکار و زورگو در این ولایت به همگی وایداست. زه خو نه زورواکی یم، نه جنگ سالار یم، نه جنگ سالار وم، نه له غلو سره لار لرم، نه له خطب کوونکو سره لار لرم، او څوک چې لار لري هغه ټول دغه ته معلوم دي ننګرهار ته. اما والی ننګرهار به این پرسش پاسخ نداد که چرا افراد تخریبکار و زورگو کمگی آشکارند و نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمی شوند. اگر رئیس جمهور غنی به اصلاحات در بخش معارف متحد است، باید به معارف ولایت نورستان توجه کند. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید در این ولایت صدها مزدور بدون کار معاش دریافت می کنند. رئیس جمهور غنی در یک فرمان سال 1397 را سال حمایت از معارف نامگذاری کرده است. اما رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید اگر رئیس جمهور در این گفته هایش صادق است، باید به معارف این ولایت توجه جدی کند. په نورستان کې معارف پروسه یا معارف نهاد کاملا بیخی د سکوت په حالت کې دی. با گفته وی در تمام ولایت نورستان 238 مکتب وجود دارد، اما از این میان تنها نزدیک به 10 مکتب در مرکز این ولایت فعال است و بقیه مسدودند. وی می‌افزاید 30 مکتب در ولسوالی های کامدیش، برگمتال و مندول از سوی طالبان مسدود شدند و بقیه مکاتب به دلیل اینکه آموزگاران به درس حاضر نمی‌شوند مسدود ماندند. معلم دی هلته نشته، بل ولسوالی کې هلته موجود دی. یعنی تر دې حد پورې دا واقعیت دی، حقیقت دی، ثبوت دی. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید بارها از وضعیت بد معارف، صحت، ناامنی و مدیریت نادرست والی این ولایت به حکومت مرکزی شکایت کردند، اما هیچ توجهی نشده است. دغه مشکلات د رفع په خاطر باندې دوی په کراتو باندې اته منګ مرکزی حکومت ته پیشنهادونه کړي وو چې د تصفیه عملیات لپاره دغه دوه ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې کې عملیات په خاطر باندې اقدام وکړي مرکزی حکومت او محلي حکومت، او په همدې شکل باندې دغه ولسوالۍ کې انکشافي کارونه نشته دي، دغه ولسوالیو کې انکشافي کارونه ترسره شي. په همدې شکل باندې معارف کې ډېر زیات ستونزې او مشکلات موجود دي. دو هفته پیش نیز بزرگوار قومی نورستان در یک گردهمایی در جلال آباد به حکومت هشدار داده بودند که اگر به وضعیت این ولایت توجه نکند به حکومت مقاطع خواهند کرد. با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم تا نظر مسئولان محلی نورستان به ویژه والی این ولایت را در پیوند به این گفته‌ها داشته باشیم. برخی روانپزشکان در هرات روز جهانی زن را در یک مرکز ترک اعتیاد بزرگداشت کردند. به عنوان مبتلا به مواد مخدر که در حال سپری کردن دوره ترک اعتیاد هستند، میگویند اعتیاد به مواد مخدر شیرازه زندگیشان را از هم پاشیده و اکنون تصمیم گرفتند با معزل اعتیاد برای همیشه خداحافظی کنند. سلیم مقیمی گزارش می‌دهد. اینجا مرکز ترک اعتیاد بانوان در هرات است. شماری از بانوانی که دوره ترک اعتیاد را در حال پشت سر گذاشتن هستند، سرگرم آموختن قالی‌بافی، خیاطی و گلدوزی می باشند. این بانوان تاکید دارند
فقر و بیکاری بلای جانشان گردیده و جهت تسکین دادن به دردهایشان به استفاده از مواد مخدر روی آوردند. آنان اکنون مهارت‌هایی چون تولید صنایع دستی را آموختند و از مسئولان می‌خواهند تا زمینه فروش صنایع دستیشان را مهیا سازند. خود گرنا بیکار بودن تخونه متاش نت بعد پخ کردن خور بزاد هیرو کردن بیکاری کارو میشه مثال دو تیکه مینا میکردم میفروختم بخ 8000 9000 حال بازار نداره خیری نداره حال نمیکنم عدالت ما این که همه زمینه به ما هم فراهم کنه که ما همیشه مصرف باشیم یعنی ما بیکار نمونیم یعنی ما همی مصرف خون و خانواده خود پیدا کنیم بتونیم یک بسر پای خود خوب استکیم. از سوی هم روان پزشکان زنان را موجودات شکننده در برابر چالش های چون فقر و بیکاری توصیف می کنند و تأکید دارند اگر زمینه برای فعالیت بانوان در جامعه ایجاد نشود، بانوانی که از نعمت دانش محروم ماندند به پدیده خانمانسوز اعتیاد روی می آورند. به یک شکلی باید مصروف بشن. اگر اینا بیکار باشن من فکر میکنم بیشتر ذهن از اینا طرف ریلپس هست یکی دوباره طرف مواد روی بیارم برای بار دوم. همکاری با ما نمیشه و خود ما کدام فند نداریم، ولی به خاطر از اینکه صنایع دستی و حرفه یکی از کامپوننت های اصلی تداوی هست، با کمترین امکانات ما اینجی بعضی از صنایع دستی مثل قالی بافی، خیاطی و گلسازی برای کلاینت ها راه اندازی کردیم. این قالینچه ها توسط بانوان طراحی شده که اکنون در حال ترک اعتیاد هستند. این بانوان تاکیدشان این هست که اگر دولت زمینه کار را برایشان مهیا کند دیگر به اعتیاد روی نخواهند آورد. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، هرات. هنر نقاشی و دیوارنگاری در بلخ در سالهای اخیر رشد کرده است. برخی بانوان که در این رشته فعالن میگویند بیشتر موضوعاتی که برای نقاشی انتخاب میکنند مشکلات زنان یا دستاوردهای این قشر است. نقاشان بلخ در تلاشند تا با نقاشی روی دیوار پیامهایشان را به مردم برسانند. ده ها تصویر با موضوعات و پیامهای مختلف روی دیوارها در نقاط مختلف شهر مزار شریف کشیده شده. از همکاری با پلیس گرفته تا مبارزه با فساد و رشوه ستانی. شمار از باشندگان مزار شریف میگویند دیوارنگاری جهت آگاهی دهی به مردم اقدام مؤثر است. این تصاویر که هست پیام های مثبتی را برای مردم افغانستان و شهر زیبای مزار شریف میرسانه و باید این تصاویر بیشتر شود در شهر مزار شریف در اطراف و این تصاویر بسیار پیام های مثبتی داره. بانوان نقاش در بلخ میگویند ایجاد مراکز آموزشی نقاشی ویژه بانوان علاقمندی این قشر به فراگیری هنر نقاشی را بیشتر ساخته. آنان اما از عدم پشتیبانی دولت شکایت دارند. متاسفانه تا هنوز کانون فرهنگی خانه هنر را کسایی که در رأس دولت هستن تشریف ناوردن و ندیدن. شمار از این بانوان میگویند به دلیل علاقمندی که به هنر نقاشی داشتن پا به این عرصه گذاشتند. اما فعالیت بانوان در عرصه نقاشی در ولایت بلخ با چی دردسرهای همراست؟ از خانواده خوشبختانه که حمایت میشم و از تمام دوستانی که من حمایت میکنم واقعا سپاسگزار هستم، ولی در اجتماع وقتی که حداقل یک نفر نقاشی ما را میبینه و میخواد که از انتقاد کنه، یک انتقاد نیست که باید سریع باشه. زمان که یک دختر می نقاشی میکنه صد گپ از طرف مردم میشنوه، از طرف اونایی که می نقاشیش رو میبینن میشنوه و از طرف کسایی که ایره در آن میبینه و آزار اذیت خیابانی میشن اونا. چندی پیچ کانون فرهنگی خانه هنر بلخ در شهر مزار شریف گشایش یافته که در این مرکز بیش از 20 بانوی جوان توسط استاد زن هنر نقاشی را فرا میگیرند. تصاویر روی دیوار هر کدام پیام را به رهگذران میرساند، از صلح همدلی گرفته تا محو خشونت در برابر زنان. در سالهای پسین دیوارنگاری در بلخ به یک فرهنگ پسندیده و اثرگذار مبدل شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته. بلخیان خواهان حمایت دولت از کسانی هستند که در این راستا فعالیت می نمایند. ریحانه رسولی، آریانا نیوز، شهر مزار شریف. بازرگانان در خوست به این باورند که بدون ترانزیت رسمی استفاده از بندر غلامخان بیفایده است. با باور آنان استفاده از این مسیر بسیار ارزانتر از راه های دیگر است. اعضای شورای ولایتی خوست نیز از پاکستان و افغانستان میخواهند تا از این مسیر ترانزیت رسمی کنند.
یک هفته می شود که بندر غلامخان در ولایت خوست افتتاح شده است. اما بازرگانان می گویند بدون ترانزیت رسمی از این بندر استفاده آن بیفایده است. با باور آنان اگر پاکستان این راه را به منظور مسائل سیاسی استفاده کند و ترانزیت رسمی از آن صورت نگیرد، استفاده آن به ضرر بازرگانان است. یعنی پاکستان وړه نه مکتدا وړه هم سوکادی ام یو کوالټی صحیح دو ام یشای صحیح ده ام نرخ صحیح ده او کدلیار ترانزیت شپ یم مکتدا پر فائدہ دو ک ترانزیت نشی به پاید بدون د نقص نه مکتدا پاید نشته بده کی څلور سو شپتا کیلومتره نیک دیواله لري د غلاره کچری د غلاره پر سپیډ ول ترانزیت شي زموږ سوداګر ورونه د پاکستان همیش سوداګر به وکول شي چې دوی په خاطوګا په دې غلاره باندې تګ راتګ وکي. اعضای شورای خوست نیز می خواهند تا از این بندر استفاده رسمی صورت گیرد. پاکستان حکومت فقط دا چلکی کوي چې ترانزیتی اصول یمیک د فرا نمرات کوي او په نظر کې نه نسی، فقط صرف خپل پپړ او یاسیمټ دند خرڅوي. با این حال والی خوست می گوید بندر غلامخان به بازرگانان و حکومت از نگاه اقتصادی مفید است و اگر از این مسیر استفاده رسمی شود، آنان تمام سهولت ها را برای بازرگانان در نقطه صفری مرز ایجاد می کنند. ولایتی اداره مسئول په توګه زما وړاندیز دغه دارسي د غلام خان لاره باید د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه باندې خلاصه سي. په دغه صورت کې مونږ کولی شو چې ټول هغه اړین تاسیسات او سهولتونه چې لازم دي هغه مونږ په بندر کې او په خاصه توګه په صفري نقطه کې ایجاد کړو. بندر غلام خان نسبت به بندر کراچی 460 کیلومتر نزدیک است و استفاده از آن به بازرگانان بسیار ارزان تمام می شود. اعمار پل به طول 120 متر در ولسوالی نهرین بغلان راه 5 ولسوالی را به مرکز این ولایت وصل کرده است. مسئولان میگویند این پل بیش از 44 میلیون افغانی هزینه برداشته که حتی میشود از این مسیر به ولایت های تخار، کندوز و بدخشان نیز رفت آمد کرد. محمد ذاکر نوری گزارش می‌دهد. ریاست فواید عامه بغلان پل را به طول 120 متر و عرض 8 متر در ولسوالی نهرین این ولایت اعمار کرده که ولسوالی های خوست، فرن، گذرگاه نور، برکه و جلگه این ولایت را به مرکز بغلان وصل می سازد. مسئولان می گویند اعمار یک پلچک و تحکیمات دریاخانه نیز از صرف جویی بودجه این پل صورت گرفته است. هزینه از 44 میلیون و 40 هزار افغانی می باشد که خوشبختانه این پروژه قبل از میاد که تشکیل شده بود تکمیل شد. از این پل تمام مردمی که در ولایت کندوز و تخار و بدخشان میرن میتونن از این استفاده بکنن. این پل از اهمیت بسیار بالا برخوردار است که مردم میتونن محصولاتشون سریع به بازار برسانه، احتیاجاتشون از سریعتر به خودشون برسانه. باشندگان بغلان در فصل سیلاب ها با مشکلات زیاد در این ولسوالی روبرو بودند و حالا با اعمار این پل سهولت بیشتر برای آنان فراهم شده است. خوبیش به کلی مردم است، از این پل عبور میکنند به خاطر سیل و مشکلاتشان حل میشه و که حفاظتش به کلی ملت است که باید حفاظت کنه از محیط منطقه و از آبادی وطن. ولسوالی جلگه را وصل میکنه، ولسوالی خوست که تقریبا 4 ولسوالی سوژه را وصل میکنه. دیگر این مردم شهر نو و شهر کوه نو جنون وصل میکنن. ساز یا مشکلات مردم آسان شده. آنان تاکید دارند که مردم بغلان همکار حکومت است و از تطبیق پروژه های انکشافی نیز حمایت میکنند. پروژه ساخت شفاخانه کادری دانشگاه هرات به دلیل اختلاف میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت سازنده این دانشگاه بی سرنوشت است. شمار از نماینده های مردم هرات در شورای ملی میگویند که $1 میلیون بابت ساخت این شفاخانه تخصیص داده شده است. بی سرنوشتی شفاخانه کادری دانشگاه هرات. قرار بود کار ساخت این شفاخانه 8 ماه پیش آغاز شود، اما به دلیل اختلافات میان دولت و شرکت سازنده کمپلکس دانشگاه هرات این پروژه آغاز نشده است. شماری از نماینده های مردم هرات در شورای ملی میگویند که $1 میلیون بابت ساخت این شفاخانه از سوی پارلمان پاس شده است. $1 میلیون پول که بر تخصیص داده شده برای پوهنتون هرات فعلا تقریبا نزدیک به 8 ماه میشه که او پول معلقه و ما خب به حیث وکیل نماینده کوشش میکنیم.
مسئولان ریاست اقتصاد هرات نیز میپذیرند که بودجه ساخت شفاخانه کادری دانشگاه هرات در بودجه سال مالی گذشته این ولایت وجود داشت، اما مصرف نشده باقی مانده است. رئیس اقتصاد هرات نیز دلیل مصرف نشدن این پول را اختلافات میان شرکت سازنده کمپلکس دانشگاه هرات و دولت افغانستان میخواند. موضوع شفاخانه کادری پوهنتون هرات بله در سال گذشته یک مبلغ بودجه آمده بود، به اساس از اینکه قرارداد زو امضا نشده تا حالا به اعلان داده نشده و پول ماند و به مصرف نرسید. آنگونه که سخنگوی والی هرات میگوید، در سفر اخیر وزیر تحصیلات عالی به کشور، والی این ولایت این مسئله را با او در جریان گذاشت و وزیر وعده داده است که این مشکل به زودی حل خواهد شد. ما امیدوار هستیم که بعضی مشکلات تکنیکی که وجود داره در این راستا مرفوع بشه و ما در سال روان شاید تدابیری از این ساختمان باشیم. حکومت افغانستان پروژه ساخت شفاخانه کادری دانشگاه هرات را به داوطلبی گذاشت، اما شرکت سازنده کمپلکس این دانشگاه ادعا دارد که این پروژه نیز بخشی از پروژه ساختمانی دانشگاه هرات است و باید این شرکت کار ساخت این شفاخانه را به پیش ببرد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در غزنی برای 2000 خانواده بیجا شده از جنگ، آسیب دیده های حوادث طبیعی و نیازمندان مواد خوراکی توزیع کرد. مسئولان این اداره میگویند این کمک ها از کشور قزاقستان فرستاده شده است. شمار از این خانواده از اثر جنگ و خسالی از ولایت های اروزگان و بامیان به غزنی فراری شدند و شمار دیگری هم از شدت فقر و تنگدستی به سوتو آمدند. اینها برای دریافت کمک مواد غذایی در اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت آمدند. هرچند آنان این کمک ها را بسنده نمی دانند، اما از آن خوشحالند. من بعد از این خوی کمک اینا چیز خود یک بجیار دارم، مثلا خود شما دیده دیگه. بازم تشکر از دولت از خاطری مجبوری ما مالکه میکنیم که 4 سال شده سر سر بود، مثلا اونا یک بابای خسر دگردون میگه بچه خسر دگردون میگه 5 اوبر دگردون میگه نه یافتیم نه کار نه بار خودی من معدول نمی تمام دورا یافت 12 سرایا اون دوش ما به خدا مال نه کار میکنم نه از روخ ما میه هیچ چیزی نیه با خدا ما میته سرگردان نه خانه داریم نه جا. در همین حال رئیس مبارزه با حوادث طبیعی غزنی میگوید بیشترین کمک ها برای خانواده های فقیر و بیجار شدگان واقعی داده می شود. از ولسوالی من اجدگان از ولایت غزنی بوده که تال ما چی داشتیم، یک تعداد شد اثر جنگ بود، یک تعدادش متخدین حوادث طبیعی، یک تعداد دیگه شم بنا بر علل مختلفی که به حساب بیجار شدن فامیلا بسیار آسیب پذیر فامیلایی است که وضعیت اقتصادی بد قرار دارد. و گفته مسئولان درگیری در بسیاری مناطق افغانستان باعث آواره شدن هزاران خانواده شده است. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت.